سلام، سه‌شنبه 17 بهمن 96 6 فوریه 2018 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه در 48 ساعت گذشته دست کم 20 اعتراض کارگری، بازنشستگان و مال باختگان رو در سطح کشور میشه برشمرد. گزارشی که کیهان لندن در این خصوص داده، گزارش گویایی است که چگونه در واقع روزانه اعتراضات مختلف اقشار مردم، اقشار گوناگون مردم به خصوص کارگران در سطح کشور اتفاق میفته. پاره ای از این اعتراضات در 48 ساعت گذشته از این قراره: در رشت زنان کفن پوش و مال باخته به خیابان آمدن و شعار دولت ورشکسته رو پول ما نشسته سر می دادن. در تهران هم مال باختگان مؤسسات مالی اعتباری وحدت، افضل طوس و البرز جلوی مجلس امروز تجمع داشتند. در تهران کارگران پیمانکاری ایستگاه متروی نوبنیاد هم 8 ماه حقوق نگرفتند و با گرفتن پلاکارد اعتراض خودشون رو اعلام کردند. در سمنان کارخانه رنگین نخ تعطیل شده و کارگران جلوی استانداری تجمع داشتند به دلیل اینکه بلا تکلیفن، بیکارن و مطالباتشون هم پرداخت نشده. در اصفهان بازنشستگان فولاد مبارکه جلوی استانداری تجمع داشتند برای چندمین و چندمین بار مسئله پرداخت حقوق مستمری و بیمه اونها هنوز حل نشده. در بروجرد جلوی شهرداری کارگران شهرداری تجمع داشتند که مدتی است مشکل دارند و مشکلشون حل نمیشه، پرداختاشون انجام نمیشه و مال باختگان زمینهای تاکسی هم به جمع کارگران جلوی شهرداری اضافه شدند. در اهواز بازنشستگان فولاد جلوی استانداری تجمع داشتند. شعارشون هم تجمع صنعتگران دیروز و آوارگان امروز بود. در گیلان کارخانه چوب و کاغذ ایران چوکا کارگرانش 3 ماه حقوق نگرفتند، دیروز دست به اعتصاب زدند و جاده 34 کیلومتری انزلی کنار جاده ایستادن در حالی که پلاکارد به دست داشتن. در خراسان جنوبی در بیرجند هم جرثقیل داران جلوی استانداری تجمع داشتن. به عنوان مشت نمونه خروار می شود تنها در 48 ساعت بخشی از ناآرامی های کشور رو برشمرد و به روشنی نشان می دهد که حکومت به طور اعم و دولت آقای روحانی به طور اخص از عهده حل مشکل مردم بر نمیان و این اون نکته است که به همه مردم رسیده و در واقع به تبدیل به یک باور عمومی شده که حکومت قادر به حل مشکلات اونها دیگه نیست. موضوع دوم این که خانم نسرین ستوده به عنوان وکیل مدافع از یکی از دختران خیابان انقلاب یعنی نرگس حسینی گزارشی داده به اینکه او رو به زندان قرچک ورامین بردند ولی کوتاه نیامده. وقتی به دادسرا هم آوردن گفته که 500 میلیون تومان وثیقه نداره و اگر هم داشت وثیقه نمیگذاشت برای اینکه او تنها اعتراض قانونی و حق خودش میدونه به حجاب اجباری. او که بعد از نفر اول در واقع روی سکوی خیابان انقلاب رفت، تا کنون مقاومتی در زندان بسیار با شرایط بد قرچک ورامین کرده، فوق لیسانس علوم اجتماعی داره و 32 سال است. وکیل مدافع احمد رضا
جلالی، پزشکی که به اعدام محکوم شده و چندی پیش در بلژیک اعلام کرده بود که داره پرونده او تجدید نظر میشه و احتمالاً حکم اعدام منتفی است، متاسفانه اعلام کرد که حکم اعدام آقای دکتر احمد رضا جلالی در دیوان عالی کشور تایید شد. موضوع سوم اینکه ایلنا خبر داده از اینکه امروز جلوی مجلس یک راننده اتوبوس اتوبوسی رو متوقف کرد که دور تا دور اون بنر چسبونده بود، به تنهایی هم روی سقف اتوبوس رفت و اعتراض خودش رو هم با بنرها هم با شعار دادن به وضعیت معیشت، گرانی و وضعیت زندگی اعلام کرد. این اعتراض یک نفره که حاوی ابتکار هم هست، نشون دهنده ابتکارات مردم در بخش های مختلف، کاری که میتواند مورد تقلید خیلی از دارندگان اتوبوس، مینیبوس، کامیون و حتی ماشین های شخصی قرار بگیره. جمعی از نواندیشان دینی بیانیه مشترکی دادند علیه حجاب اجباری و با استدلال‌های خودشون مدلل کردند که حجاب نباید از سوی حکومت اجباری باشه. شخصیت‌هایی مثل آقای عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، یوسفی اشکوری در میان اونها دیده میشه. آقای دکتر هاشم آقا جری که از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و یک بار هم بر سر سخنرانیش در همدان به اعدام محکوم شد و با شورش ها و اعتراضات گسترده دانشجویی حکومت عقب نشینی کرد و ناچار از آزادی او شد، در انتقادی تند از اصلاح طلبان عنوان کرده که مردم فهمیدند سیستم اصلاح نمیشه و مردم در دوراهی خودکشی یا شورش دومی رو انتخاب میکنند. او گفته که دو دهه یک گذشته به مردم آموخته سیستم اصلاح شدنی نیست، اصلاح نشده و فقط اصلاح طلبان محافظه کارتر شدند. موضوع چهارم اینکه آلودگی هوای تهران باعث شد فردا چهارشنبه هم تمام مدارس تعطیل شده. آلودگی که نفس مردم رو بریده و زندگی رو تلخ کرده، آقای روحانی در مصاحبه خودش عنوان کرده که بودجه احتیاج داره و چون دولت بودجه نداره نمیتونه آلودگی رو حل کنه، موضوعی که مطالعات کارشناسی نشان میده که کاملا قابل حل، بودجه کلان نمیخواد و مقدار هزینه ای هم که در حد 200-300 هزار تومان برای هر ماشین داره میتوان از خود مردم اخذ کرد و تنها سوء مدیریت، نادانی و بی تدبیری و بی عملی دولت، شهرداری، وزارت نفت و دستگاه‌های زیربط که چنین آلودگی رو به مردم تحمیل می‌کنه. معاون شهرداری تهران هم خبر داده از اینکه 2000 میلیارد تومان هزینه در شهرداری از دوره آقای قالیباف است که هیچ سندی نداره. بخشی از اون ظاهراً به پیمانکارانی پرداخت شده که بدون هیچ قراردادی ظاهراً برای شهرداری کار کردن، اگر واقعاً کاری کرده باشند و پول به اونها پرداخت شد. اما موضوع آخرین که جناب آقای سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند که رهبری نگاهشان این است که تمدن غرب دارد افول می کند و تمدن نوین اسلامی دارد ظهور می کند. البته این حرف کهنه و مندرسی که شاید چندین ده هست در ذهن امثال آقای خامنه ای هست، ریشش به آراء سید قطب برمی گرده و واقعا باید پرسید که جزو این افول غرب این همه اختراعات و اکتشافات و همین اینترنتی که
خود امثال آقای خامنه‌ای هم مصرف کنندش هستند، هم محاسبه میشه از سوی ایشون و جزو این ظهور تمدن اسلامی داعش و طالبان و القاعده و اخوان المسلمین هم حساب میشن یا نه؟ اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.